هم برای شرکت کنندگان در جشنواره فجر و هم برای تحریم کنندگان اون مسئله چیزی بیش از یک جشنواره است آیا جامعه هنری و فرهنگی در ایران احساس می کند در یک بزنگاه تاریخی قرار دارند؟ سلام اغلب و اوقات می توان فراموش کرد که پشت رویدادها و مناسبت های فرهنگی و تمدنی چیزی نهفته است که یک نظریه پرداز آلمانی قرن بیستم توخش نامید منظور او این بود که خشت خشت هنر و فرهنگ و تمدن با حذب و رنج و استثمار و دروغ و فریب بر هم گذاشته می شود اغلب و اوقات این را می توان فراموش کرد اگر غیر از این بود شاید آفرینش هنری و زایش فرهنگی ممکن نمیشد. ولی در پی سقوط هواپیمایی با موشک سپاه و تلاش برای انکار اون بسیاری از هنرمندان ایرانی این فراموشی را فراتر از توان خود یافتند. آنها جشماری فجر را تحریم کردند. برای شماری از آنها این تحریم از سر سوگواری و همدردی بود و برای شماری به نشانی اعتراض. آیا این یک واکنش طبیعی نبود؟ اگر بود چرا بخش دیگری از هنرمندان به آن نپیوستند؟ آیا آنها داغدار نبودند؟ آیا معترض نبودند؟ چه چیز بود در پس آن چند روز تکان دهنده که جامعه هنری و فرهنگی در ایران را دو دسته کرد؟ محمود فرجامی کمدین و نویسنده تنز میگوید به رغم ماتم عمومی تصور میکند تحریم جشنواره فجر کار صحیحی نیست اما مجید آدین انیماتور معتقد است هنرمندان ایرانی در شرایط کنونی راهی جز تحریم جشنواره فجر نداشتند خیلی خوش آمدید آقای فرجامی ابتدا به ما بگو که چرا چنین فکری میکنید؟ چرا گمان میکنید در شرایط کنونی هنرمندها کماکان باید در جشنواره فجر و مناسبت ها این اینچنینی شرکت کنند؟ من باید دو مطلب رو صریح و روشن بگم و تاکید کنم که بعد بر مبنای اون بحث شکل بگیره یکی اینی که علاوه شخصی بنده هیچ نفعی یا ضرری در شرکت کردن یا شرکت نکردن جشنواره ندارم چون معمولا میبینم بحث ها شخصی نیت خانی میشه و منافع شخصی افراد رو در نظر میگیرن من با تاکید بکنم که اصلا نه شرکت کردم شرکت و نه شرکت کنی و نه میتونم شرکت بکنم نه. که حالا این دغدغه رو داشته باشم که مثلا دفاع بکنم از شرکت خودم و در مرحله دوم باید بگم که تحریم تحریم هر نوع جشنواره یا هر نوع کاری و حتی اعتصابی رو من حق طبیعی افراد میدونم یعنی اگر فرض بفرمایید رانندگان اتوبوس خلبان ها پزشک ها رفتگران بخوان اعتصاب بکنن اعتصابی که میتونه یک شهر رو احتمالا فلج بکنه این میتونه حق سنفی طبیعی اونها باشه و هیچ کس حق نداره اونها رو از این حق محروم بکنه در مثلا فقط حق سنفی نیست خیلی میگن این حق سیاسی ماست که چنین کاری بکنیم نه من بس در, سنفی نیست. در وهله اول میخوام بگم که حتی اصنافی که تحریمشون اعتصابشون باعث میشه که افراد عادی در زندگیشون به مشکل بر بخورن مثلا شما نتونید سوار مترو بشید حتی اونها هم حق دارند که از کار دست بکشند و کسی حق نداره اونها رو تحریم تهدید بکنه اونها رو از این حقشون محروم کنه بله. چه رسد چه رسد به یک تصمیمی مثل تحریم جشنواره که بیشتر تحریمی کنشی اجتماعی سیاسی است و ضرری هم به کسی نمیزنه یعنی باعث نمیشه شما از پروازتون بمونید باعث نمیشه شما از خدمات اجتماعیتون بمونید بله. در نتیجه با این دو تا بحث باسی عرض کنم که طبیعتا نتیجهش این میشه که اگر مسئولی کسی هنرمندان رو مجبور کرده یا نهاد امنیتی اونها رو تهدید کرده کار بسیار اشتباه و به نظر من جرمی مرتکب شده که باید بهش رسیدگی بشه در نتیجه این بحث رو اول مشخص بکنم بله. که اگر من مخالفت میکنم با تحریم یک نظر شخصی نه به عنوان یک مسئول که بخوام کسی رو تحت فشار بذارم و دوم و دوم اینی که اگر کسی میخواد تصمیم بگیره که تحریم بکنه جشنواره‌ای رو و تصمیمش محترمه و ما حق نداریم نیت خانی بکنیم که آیا این فیلمی داشته امسال یا اگه فیلمی می حق شانسی نداشت که مثلا اول بشه ها از اون طرفش هم بایستی این حق رو محترم بداریم که اگر کسی میخواد تحریم نکنه و در جشنواره به هر دلیلی شرکت بکنه این تصمیمش این تصمیمش فکرم. به همون اندازه محترمه در این شرایط حالا میشه به این بحث پرداخت که سوال بعدی میتونه باشه بله. چرا فکر میکنید بهتر نباید از... یا بهتر از تحریم نکنن بله من معتقدم که مجموع سود و زیانی که این حرکت میرسونه قطعا سودی داره یعنی اینکه صدای اعتراض برسه اینی که ما سوگواریم همدردی بکنن با جانباختگان فراموش نکنیم فقط مسئله موشک سپاه و هواپیما نبود بیش از هفتاد نفر در یک تشه جنازهی که همه میدونستن تشه جنازی بسیار پر جمعیتی خواهد شد در کرمان کشته شدن اینها هم هموطن ما هستند البته موضوع هواپیما قطعا بسیار تلختره من فکر می کنم که با توجه به این فواید یا سودهای که داره این کار ضررش بیش بیشتر. از سودش چی هستن این ضررها ضررش یکی اینه که اولا ما باید در نظر بگیریم که این ماجرا ماجرای سلبریتی ها نیست صرفا چون الان من دیدم که عموما بحث مثلا آقای شهاب حسینی به عنوان کسی که مخالف تحریم جشنواره است و آقای فرض به بفرمایید مسعود کیمیایی که موافق تحریم جشنواره این دو عزیز چه در جشنواره شرکت بکنن چه نکنن چندان سود و زیانی نصیبشون نمیشه به اندازه‌ای که فرض بفرمایید یک گروه تئاتر شهرستانی تو استان زحمت بکشن از یکی از شهرهای کوچیک فرض کنید کرمان خراسان حالا این شانس رو دارند که بیان در مرکز هنرشون رو ارائه بدن هنر دیگران رو ببینند فراموش نکنیم که من خودم از کسایی هستم که در شهرستان بسیار تلاش میکردم که تئاتر کار بکنم و عاشق این کار تنها شانسی که ما داشتیم در آن زمان این بود که یک جشنواره برگزار بشه و ما مثلا انتخاب بشیم بریم اونجا چند تا کار ولی ببینیم. ولی آقای فرجامی شما توصیفی که میکنید توصیف شرایط عادیه در صورتی که شرایطی که هنرمندها توش این تصمیم رو گرفتن شرایط کاملا متفاوتیه ویدیویی که الان پخش میشه توسط همکاران من در واقع شرایط روحی رو نشون میده که درش هنرمندها خیلی هاشون گفتن تصمیم دیگه ای نمیتونستن بگیرن ما نمیخوایم دوباره قنب و ماتم هم خونواده های قربانیان هم کسایی که واقعا این حادثه تکونشون داد این حادثه سقوط ما توسط موشک سپاه براشون شکاور بود رو زنده کنیم ولی برای اینکه اون فضای احساسی رو در واقع نشون بدیم این ویدیو رو که ویدیوی پدر یکی از جوانهایی است که در این ماجرای سقوط ما از بین رفتن این رو میگذاریم تا اون وقت نشون بدیم که در چه فضای احساسی هنرمندها چه این تصمیمی گرفتند این صدای شاهین مقدمه که با فرزندش راستین که در اون ما بود حرف میزنه بعد از حادثه راستین با قول برای رو تمیز کردم گلدون تو آب دادم نگاهات همه رو تمیز کردم تختتو تو مرتب کردم مراته ببخشید من یه چند شب خودم رو تختت میخوابم همه لگاه تو مرتب کردم البته میدونم با شک رو تمیز کرده بودی بود ولی من باز مرتب کردم برات پسر گلم عزیزم عزیز دلم راستینم یه خورده سب کنی بابا میاد پلوت. زود بابا میام آقای فرجامی اگر هنرمندی بیاد بگه که این اون فضایی است که من درش تصمیم گرفتم و در چنین فضایی کار دیگه ای نمیتونستم بکنم جوابش چیه اولا که من معترضم به پخش چنین ویدیویی در برنامه پرگار چون گویی یا کسی که داره استدلال مخالفی میکنه انسان بی است که با دیدن این ویدیوها و با دیدن این های بسیار بسیار جانگداز احساساتی نمیشه احساسات انسانی نداره و یک نوع مواجهه داریم در حالی که اینطوری نیست من عرضم اینه که علا رقم تمام حوادث تلخی که اتفاق افتاده و ما میدونیم که سایر خانواده هم در شرایط مشابه و حتی بدتری هستند چه کشته شدگان کرمان چه اینها و چه همون روزهای اتوبوسی که ده ها نفر شد درش کشته شدن ولی همه ما حدس میزنیم که همچین شرایطی حاکمه ولی همان... اونهایی که میگن این شرایطی است که درش تصمیم گرفتن و ما به این دلیل این ویدیو رو گذاشتیم میگن که در جشنواره در جشن عمومی نمیتونن شرکت کنن و شرکت در جشنواره پشت پا زدن به احساساتی بود که داشتن این معنی نیست که اونایی که شرکت میکنن چنین احساساتی ندارن خود همین کاری که شما در این برنامه کردید این چیز رو الغا میکنه چه رسد به صحبت هایی که میدونید چقدر تون شد در شبکه های اجتماعی و تا چه حد جلو رفت که دیگه کسی مثل شاب حسین گفت شما حتی به فرزندان من هم رحم نکردیم. یعنی جالبه کسانی که دیگران رو... ولی اگه برگردیم به اصلا یعنی فکر میکنید اونهایی که تصمیم گرفتن در این فضای ماتم و عمومی تصمیمشون اشتباه است نه من تاکید میکنم که ما در اینجا تصمیم اشتباه و تصمیم درست نداریم شخصا انسان به قول حالا کسانی که اهل امور دینی هستن به اجتهادی میرسه که تشخیص میده که آیا این کارش درسته یا درست نیست یعنی من اگر فکر میکنم کسانی که در جشن شرکت میکنن کارشون درست تره به این معنی است که دیگران یک کار بسیار خوب. اشتباهی انجام کار اونها ضررش کم تره بسیار خوب آقای آدین شما هنرمندی هستید که از نزدیک مسائل جشنواره فجر رو دنبال میکنید و حوزه کاری شما هم بخشی از کار جشنواره هست در واقع با این حال فکر میکنید تصمیم تحریم کننده ها درسته علی رغم اینکه شما هم علاقمند هستید دوست دارید کارتون در اونجا ارائه بشه منتها در خارج از کشور هستید و این امکان رو ندارید به من بگید چرا فکر میکنید تحریمش درسته درست. فقط یه نکته رو من اول بگم که من سخنگوی این گروه نیستم چون من نه تو ایران زندگی میکنم من تو اصلا موقعیتی بودم که بله. شرایطی که حالا بخوام اونجا شرکت کنم توی جشنواره شرکت کنم در اون شرایط نیستم و اون شرایط خیلی سخته که تصمیم بگیرم ولی قطعا به عنوان هنرمند به عنوان یک انسان شخصا تصمیم من با این،, این قضیه رو حمایت میکنم جدای از قضیه هنرمند بودن من به نظرم این قضیه انسانیه نه تنها فوق دردناک هستش قضیه قربانیان هواپیما 70 نفر وقتی که شما به عنوان یک ایرانی به عنوان یک انسان به عنوان یک هنرمند شما میبینید که کشورتون داره در دا یک مسیری میره که رو به ویرانی هستش باید یک شکلی اعتراض خودتون رو بیان کنید درسته میدونم که آ... کس هنرمندانی که بیان گفتن گفتن که ما به علت سوگواری و ماتم ولی خب در اصل یک یک شکلی از اعتراض هسته به یک شکل از نافرمانی مدنیه من به عنوان یک هنرمند در جامعه که زندگی میکنم آیا نباید حساسیتی داشته باشم نسبت به اتفاقات و روندی که داره اتفاق میفته شما شاید آیه فرجامی هم با این قضیه موافق باشن تو این پر... حداقل توی چند ماه گذشته روندی که ایران رفته به سمت یک ویرانی کامل و من من باید یک کاری رو بکنم باید اعتراضی بگم یه شکلی یک تا جایی که میتونم اعتراض بکنم و مانع این روند بشم بگم من, من موافق نیستم با این روند من با این شکل با این اتفاق که داره میفته موافق نیستم ولی وقتی شما چه این تصمیمی میگیرید به گفته آقای فرجامین نباید ضرر رو جباره. فوایدش رو بسنجید و ببینید که کدوم میچربه ایشون میگه ضررش میچربه برای اینکه خیلی جباره. از گروه های جوان، شهرستانی، تازه کار، در حوزه های سینمایی، موسیقی، اینها در تئاتر تنها جایی که میتونن کارشون رو ارائه بدن ظاهرا فجره قطعا اونا هزینه های سنگین رو پرداخت میکنن بابت این قضیه و توی ایران با موقعیت شغلیشون موقعیت کاریشون با این سیستمی که تو ایران داره که قطعا همه چی وابسته به سیستم دولتی هستش اونها هزینه های سنگین رو باید این قضیه باید پرداخت کنم ولی گفتم من از این قضیه اه... ولی اونهایی که میگن ما تازه کاریم، میخوایم شناخته درسته. بشیم اونها همجوری که آقای فرجا میگفتند اونها یک که ای هست یک که موقعیتی هست مناسبتی هست از این طریق خودشون رو معرفی کنند دیگه کسی که مشهور شناخته شده است میتونه بگه من شرکت نمی‌کنم اونها چی بلده. درسته بعد هزینه سنگین رو بپردازن اونم در اون کسی هنرمند جوانی که حالا در یه گروه تئاتری توی مشهد تازه شروع به کار کرده یک سال دو سال مثلا روی روی یک نمایشنامه کار کرده و حالا ببره تئاتر اون قطعا از یک هنرمند معروف هزینه بسیار بیشتری رو پرداخت میکنه از از حالا نم... نام نمی و از هنرمندای من اون داره هزینه بیشتری پرداخت میکنه ولی اگر ما... من به شخصه میگم اگر ما بخوایم تغییری رو بخوایم ما باید این هزینه ها رو مجبوریم پرداخت کنیم باید وظیفه ما چی هستش وظیفه به نظر من وظیفه تک تک ما بقیه مردم ایران هست که اونها کسانی رو که اعتراض کردن کسانی رو که نرفتن تو اون جشنواره شرکت نکردن حالا وظیفه بقیه مردم ایران هستش که از اونها حمایت کنن ولی خب قبول دارم که اونها بهای های سنگین رو این از این طرف لفظ اعتراض نفرمانی مدنی به کار بردی از طرف دیگه شروع صحبتات با گفتن این بود که این یک حرکت انسانیه کدوم یک از ایناست برای اینکه این دوتا ضرورتا همیشه یکی نیستن یه وقتی هست میگه که من در شرایط ماتم عمومی نمیتونم شرکت کنم بلد. و این یه نوعی سوگواریه ضرورتا اعتراض هم نیست هنرمندهای دیگه هستن که میگن نه این اعتراض سیاسیه بلد. و نمیخوان نمایش عمومی وضعیت عادی ادامه پیدا کنه کدومی که از من فکر می‌کنم این حرکت بیشتر از اینکه سیاسی باشه یک حرکت انسانیه یه فعالیت انسانی هستش این روندی که آقای عادی ازش صحبت می‌کنه از نظر خیلی ها همزمان با تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه بگه وضعیت عادیه همه چیز سر جاشه آب از تکون نخورده و ما جشنوارمون رو هم برگزار می‌کنیم اگه کسی بیاد بگه که نه من می‌خوام بگم نمایش وضع عادی رو دیگه نمیشه مثل سابق پی گرفت و وضعیت واقعا عادی نیست همونجوری که خود مقامات میگن وضعیت عادی نیست در حوزه هنر فرهنگ هم بیم نشون بدیم وضعیت عادی نیست جوابش چه خواهد بود برای اینکه فایده نشون دادن این خب بیش از معرفی چند گروه نسبتاً گمنام در جشنواره فجر اونا ممکنه مناسبت های دیگه داشته باشن اونا ممکنه سال آینده شرکت کنند اگر اینا رو با هم به سنجیم خیلی کفه یک طرف سنگین دیگه خب اولا باید مشخص کنیم که کسی که تحریم میکنه یعنی مشخصا در همین مورد تحریم جشنواره فجر آیا بر اثر یک حزن درونی یک حالت انسانی که دچارش شده همون جوری که آیا آدین اشاره کرد یا میخواد بگه وضعیت غیر عادیه سانسور زیاده یعنی یک کنش بیشتر سیاسی ببینید شما وقتی که درگیر احساساتی میشید که حالا یا شخصی یا از اجتماع به شما وارد شده بحثی نداریم شما الان در مود در حالت شرکت, شرکت, در یک عروسی نیستی در یک جشن نیستی نمیتونی تئاتر اجرا بکنید اصلا با شما بحث نمیشه کرد حالا ما بگیم اینا خیر شما حالتون خوبه مثلا نزدیکانتون فوت کردن همه فوت میکنن بالاخره که عمرش سر اومده بود شما میگید نه من بالاخره حالم خوب نیست حرفت هم منطقیه اصلا من حالم خوب نیست چه برسه فاجعه ای به این بزرگی این بحث رو پس بذاریم کنار اگر ماجرا احساسی هست بحثی نداریم چون انسان باید دو چهار حالات داشته باشه بله حالات درونی میشه اما اگر ماجرا کنش سیاسی هست نه ما تحقیر یا تخفیف نکنیم اینی که بگیم چند تا هنرمند شهرستانی میخوان بیان تهران مثلا کارشون رو ارائه بدن این چند تا هست. این کل ویترین و در واقع حرکت بزرگ هنری ایران در موسیقی یادمون باشه موسیقی هم باز موسیقی نواهی داریم موسیقی سنتی و ارکسترال و اینها داریم جشنواره تئاتر فجر جشنواره فیلم فیلم کوتاه تمام این جشنواره ها هستن یعنی کل جریان هنری ایران میشه گفت اگر بخوایم یک جایی مثلا یک نمود رسمی داشته باشه مناسبتی است که نمود رسمی جریان هنر ایران رو شما درش می‌بینید فرصتیه فرصت برای تعامل فرصتیه برای رشد یادمون باشه که شما هر روز که نمیتونید برید یه جشنواره تئاتر که 50 تا کار دیگه ببینید کار خودمون هم توسط افرادی که متخصص این کار هستن دیده بشه نقد بشه یعنی حتی برای کسایی که تهران هستن هم فرصت بسیار بسیار تجاستم. خوبیه اما حتی در مورد اون بخش انسانی قضیه هم نمیشه بدون پرسش گذاشتش و گفت بله همینه که هست شما اگر حس و حالش ندارید شرکت نکنید پس خیلی هم ممکنه بگن که این غمگساری عمومی در واقع از جانب هنرمندها بیشتر از این ریشه میگیره که فکر میکنن اگر غمگساری بیشتر بکنن جدی گرفته میشن اگر هنرمند غم بیشتری نشون بده ماتم بیشتری نشون بده جدی گرفته میشه خود این قابل بحث های آدین یعنی شما میتونی واقعا غم زده ماتم زده هم باشی ولی در یه جشنواره شرکت بکنی اونجا حرفت هم بزنی درست نه؟ من فقط یه نکته بگم حالا بازم میگم که من سخنگوی اونها نیستم بالد. و حالا تو شهر جدا ش... ش... دارم زندگی میکنم و کار میکنم ولی فقط این نکته میگم که واجه قمگساری و سوگواری برای این قربانیان شاید یک پوششی هستش که هزینه کمتری پرداخت بشه بابت این اعتراض یعنی این رو میگن ولی در من فکر می‌کنم میکنم در نفس این قضیه یک اعتراض هستش یک بیان این هست بیان, بیان این هستش که این هنرمند نسبت به روندی که داره اتفاق میفته در کشور نسبت به این روند اعتراض داره و فکر فهم میکنم بسیار درست هستش اگر ما نسبت به این روند رضایت نداریم باید اعتراض خودمون بیان کنیم و تا جای ممکن با کمترین هزینه های ممکن پرداخت هزینه های ممکن برای اون حداقل اون رو خب این اعتراض تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه اگر هدفش اینه آیا جشنواره فجر برگزار بشه با یه تعدادی از هنرمندها بزن. که همه هم هنرمند حکومتی نیستن دیگه بر اساس نام هایی که ما ببینیم و تمام بشه بره پی کارش و یه عده شرکت نکردن یه عده هم شرکت کردن فکر میکنید به این هدفی که شما میگید میرسه یعنی اعتراض به روند موجود منظورم اینه که چی به دست میاد شاید این قضیه فقط از یک نفر شروع بشه یک گروه کوچک شروع بشه اگر تو نظر تاریخی نگاه کنیم ب... کشورهای دیگه هم از یک گروه خیلی کوچک شروع شده ولی با پافشاری روی این قضیه روی این فعالیت صلحآمیز روین اعتراض سرخ است این, این گیر شده گروه های دیگه پیوستن من فکر می کنم ما باید خود روی ادامه پیدا بکنه به شکل های مختلف ما اعتراضمون رو نسبت به این هنرمندانی از که از طرف هنرمن... کسی من اینجا نشسته باشم به کشور دیگه نسخه بدم ولی بعد ادامه پیدا بکنه و بخش های دیگه چه خارج از هنرمند چه... چه غیر هنرمند چه هنرمندا بخش های دیگه جامعه از اونها رو حمایت کنن و اون ادامه بده به شکل های مختلف ما بعد اعتراض خودم رو بگیم من عذر می‌خوام اینجا می‌خواستم این نکته رو اضافه کنم هم. که در رابطه با همین صحبت و سوال قبلی شماست این که گفتید که حکومت میخواد بگه عادیه و هنرمند میخواد اینجوری اشاره کنه که غیر عادیه اولا هنرمند میتونه بره مثلا اگه جایزه میگیره صحبت کنه کما که, که میدونید همین تریبون رو در اسکار بسیار از هنرمندان معترض استفاده کردن بنده البته اصلا در جایگاهی نیستم بگم از چه تریبون استفاده کنم اما حرف من اینه که آیا اصلا کسی باور داره در ایران که وضعیت عادیه که نیاز باشه من با عدم شرکتم و به هر حال یک موجی که ممکنه همون جوری گفتم ضرری برای سایر سایرینی داشته باشه که خیلی نیاز دارن بیان به این جشنواره آیا نیاز هست من با این حرکتم بگم غیر عادیه دیگه سپاه میگه غیر عادیه مردم میگن غیر عادیه وضعیت اقتصادی که خودش فریاد میزنه غیر عادیه رهبر این حکومت میگه غیر عادیه. آیا آیا واقعا نیازه که ما بگیم غیر خیلی نکته خیلی خوبی اشاره کردین دقیقاً دقیقاً همینه آره شاید نه،, نه فقط یک سال یا دو سال سال یا ده هاستش هستش که همه میدونن وضعیت غیر عادیه ولی این جرأت و امید که یه حرکت رو انجام بدی برای تغییر وضعیت خیلی اتفاق نیفته یا شاید, شاید چندین سال هاست که این از بین رفته بعد از اینجای شروع میکنید این حرکت امید سازه امید میده. امید میده که ما میتونیم وضعیت رو تغییر بدیم من, من به عنوان هنرمند یک کاری که دستم برمیاد و هیچ نه به کسی آزار میرسونه حداقل یه حرکتی اگر از این وضعیت ناراضی هستم یک کاری میتونم بکنم شاید که چیزی که به ذهنم رسید کاری میرسه ولی ضرر داره شما ده، 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 جامعه آه، آه، از محصول هنری چیه یعنی جواب این که این قدم اول برای ساختن یک امید عمومی جوابش چیه قطعا که جوابش مثبت و خیلی عالیه ولی نکته اینه که اینجوری نیست نکته اینه که وقتی که شما در واقع دارید جامعه رو محروم میکنید از آثار هنری هنرمندی که میگه من در جشنواره فجر شرکت نمیکنم کنم ما همون هم میدونیم که بالاخره تقسیم سینما ها بر اساس تصمیم دولت متاسفانه میدونیم که تئاتر بدتر از اون تقریبا در همه جای دنیا هم تئاتر به خاطر مثلا مالیش تئاتر خصوصی در ایران خیلی خوب داره کارهای خیلی خوب اجرا میکنه که خیلی هاشون هیچ ربطی هم به نهادهای حکومتی بله، نداره بله ولی نیست. عموم حرکت تئاتر به خاطر هزینه بسیار بالایی داره به خاطر امکانات زیادی که میطلبه عموم حرکت باز هم وابسته به امکانات دولتی و البته تاکید کنم که این دولت در واقع مال ملته حالا من کاری ندارم که چه مشکلات در دموکراسی ما داریم و بعدش هم منظورتون یه... چی از ملته؟ آیا منظورتون اینه که بودجه جشواری فجر بودجه عمومی و از جیب دولت نیست؟ بله, بله این نکته مهمی خیلی هم میگن بله. ما در جشواری فجر شرکت نمی چون یک جشواری حکومتیه آیا واقعا چنینه یعنی پولی که صرف جشنواره میشه خب این از بیت الماله از جیب حکومت که در نمیاد این یک دوم اینکه که جشوارای این چنینی به یک معنا میشه گفت که اصولا هنر مثل ورزش بین خیلی متقدم به جمهوری اسلامی تحمیل شده این نیست که مال جمهوری اسلامی باشه این بحث مهمیه جمهوری اسلامی داره از هنر و هنرمندا برای مشروعیت پوش دادن به خودش برای که یک چهره مدرن و مشروعی به خودش بده داره استفاده میکنه و از بعد از انقلاب در طول این چهل سال استفاده شده در میخواد چهره مشروعی و مدرن نشون بده که حالا بگه این سیستمی ساختار حکومتی با داعش و طالبان و اینا فرق میکنه شما گفتید که جمهوری اسلامی استفاده میکنه از هنر در این چهل سال مگر حکومت قبلی ایران استفاده نمی کرده. گفتگو آقای شجریان با همین بی بی سی رو گوش بدید ایشون میگه که جشن هنر شیراز که میشد میوادن سراغ ما چون یه ویترینی میخواستن و دوباره یاد ما میافتادن و ما دیگه معترض شده بودیم و این اواخر شرکت نمیکردیم. پس این موضوع رو منحصرش به این حکومت نکنیم و نکته دومی که میخوام بگم جدا کردن حکومت از دولت ببینید شما اگر در جشنواره فیلم یا تئاتر فجر شرکت بکنید معناش و ارزش یا ضد ارزشش به اندازه وقتی در برنامه شعرخانی آقای خامنه‌ای شرکت میکنید نیست این مسئله رو دوستانی که برانداز هستن یا به نظر من مثلا یا رادیکال بشه گفت اینها دائما میخوان اینو یکسان سازی کنن بگن کسی که داره میره یه بلیت میخره میره مثلا جشنواره فیلم فجر یه فیلم میبینه همون ارزش از دردش کارش که کسی میره پای صحبت آقای خامنی در مورد شعر میشینه بله. خب من هم حرفی نزدم قطعا اینجوری فکر نمیکنم من به این وجهش دارم فکر میکنم یکی که اصلا بس مقایسه نیست که حالا ما بخوایم حکومت قبلی رو بگیم این اتفاق می در توش از از هنر برای برای مشروعیت دادن به حکومتش استفاده میکرده یا نمیکرده یا اصلا این خوبی یا بده به هر صورت دارن این استفاده رو میکنن این جمهوری اسلامی داره از هنر و هنرمندا برای مشروعیدن و یک چهره مدرن و امروزی دادن به خودش داره استفاده میکنه و این هست این رو قطعا شما قبول دارن اصلا کاری به حکومت گذشته نداریم ولی خب ما حالا با اون بحثاش هم کار نداریم که حالا این چطور فرض میشه ولی این مسئله است به نظر من یک هنرمند این مسئولیت رو داره اگر این روندی که داره اتفاق میفته روندی هستش که داره به ویرانی ایران منجر میشه باید یک شکل اعتراض رو بیان کنه به یک شکلی حرکتی انجام بده این که هنرمند در یک جشنواره شرکت نکنه همین اکت های سیاسی که خیلی کوچیک هستش اگر این به صورت همه گیر بشه اگر به صورت عمومی در بیاد و همه یک تعداد زیادی از مردم هزینه های کمی رو به حداقل هزینه رو پرداخت کنه Yeah. این تغییرات خیلی ماندگارتر هستش درست میگم خب بخش های به نظر من بخش های به جوان ضرر میرسونه بخش های. ولی فکر میکنین اون هنرمند جوانی که الان حالا شاید امثال تئاترش در, روی پرده باشه تو جشنواره تئاتر فرش ولی در ادامه این روند چه اتفاق میفته در ادامه این روند و ادامه روند جمهوری اسلامی و اصلا ادامه فعالیتش و ادامه عمر هنریش این روند کمک میکنه حالا که تا یک سال یک سال یک سال نمایش نمایش داده بشه تفکر کاملا انقلابی دیگه یعنی میدونید بحثی نداریم نه به این خاطر که قابل بحث نیست به خاطر اینکه دو تا مسیره این یعنی بحثی که من دارم عرض میکنم اصلاحیه اصلا ربطی هم به اصلاح طلبان نداره به نه. اصلاح طلبان متعین بحثی که شما انقلابی شما میگید این امسال نره تئاتر اصلا کلش تعطیل بشه تمامش بخوابه که از شر این حکومت خلاص بشیم در حکومت بعدی که مد نظر شما هست تا اینقدر پیشرفت میکنه به فرض که اصلا این ضرر توش به چشم نمیاد درسته اینو میگید شما نه نمیگه فضای آرمانی نمیخوام بسازم که الان این حکومت عوض میشه فض... دنیای آرمانی برای هنرمند ایجاد میشه ولی شما برای یک هنرمندی که نسبت به این شرایط ناراضی هستش میخواد روند رو تغییر بده یا بهتر بکنه یا هر شکلی چ... چه چه چیزی رو پیشنهاد میکنی؟ چه, کار... چه کاری میتونه کاری می‌تونه بکنه یعنی که تاثیر تحصی... چه روزنه‌ای هست چه روزنه هست هستش اون چیزی بوده که این این هنرمند به ذهنش رسیده و تاثیرگذار بوده تو... تو جامعه و این یه اتر... ای... ای... شاید به نظر من به شکل خوبی داره تاثیر صدای صدای هنرمندای صدای بخش بزرگ از جامعه رو داره به, به حکومت به دولت به همه میرسونه به فضا این حکومت اگر میخواست حرفی گوش کنه مردمی که تو خیابان آمدن رو داره میکشه یعنی دیگه این حرف بهش رسیده شما باید توجه بکنیم که اگر فکر میکنید که این حکومت اینجور که شما دارید میگید یک حکومت ضد هنری ضد فرهنگی و و و هست پس بهترین راه مبارزه یا اصلاحش تولید کارهای هنری و فرهنگی و رفتن به جشنوارها و پر رونق کردن بسات هنری ایران نه بسات هنری و حکومت جمهوری اسلامی بنده در مورد فلان جشنواره معناگرایی که مثلا سازمان بسیج برگزار میکنه که صحبت نمیکنم که من در مورد جشنواره فجر به عنوان به نظر من مردمی ترین اتفاق دولتی که در ایران میفته صحبت میکنم و در, در هیچ فضای آرمانی نمیتونیم تصور بکنیم که آقای... مردم یا هنرمندا این بودجه رو داشته باشن آقای... آقای... فرجامی این بحث تحریم ها چنان باستابی پیدا کرد که مثلا دو تا هنرمند شناخته شده ایتالیایی گفتن نمیایم یعنی تنین انداز شد این اهمیت نداره این مثل اون دوستی میمونه که فعال حقوق زنان و راه افتاده بود که میزبانی مسابقات شطرنج زنان از ایران گرفته بشه صحبت که من دارم میکنم اینه که کلا من دارم میگم اگر به رونق سینما فکر میکنیم داخل اتفاق بدی بود این تحریمی که داره میشه این تحریم حکومت ایران نیست تحریم بازم ملت ایران مثلا میگم از دیدن فیلم ایتالیایی حالا اگر فرض کنیم یه همچین کننده ها ملت رو تحریم میکنن از دیدن فیلم های سینمایی به نظر من حالا اگه یک فیلم سودی که این این تحریم ها داره حالا اگر حتی یک فیلم ایتالیایی رو هم نبینن سودی که برای در کل تاثیری که برای تغییر داره در جامعه ما و همون مسئله امید رو که داره زیاد میکنه و هم همدف... همبستگی مردم رو بیشتر میکنه و هنرمندها رو حد در هم دل میکنه صداشون رو بلند میکنه بنظرم فوق العاده بیشتر هست شما اینکه حالا تیه تیه یک فیلم ایتالیا رو... یک نمایش رو ببینن یا نم... یک مسئله دیگه اجازه نم... این نکته مهمیه شما میگید هنرمندها رو هم میکنه این تحریم باعث شده که دو دستگی جدی بین هنرمندها بیفته یعنی اگر تصور تحریم کننده ها این بود که ما هم ایجاد میکنیم بین جامعه هنری چنین این اتفاقی نیفتاده و یه شکاف جدی ایجاد شده بین ما و اونها ما تحریمی ها و اونایی که شرکت میکنن اینکه ما باید اعتراض کنیم و این شرایط ناراضی هستیم و این روند به ضرر همه جامعه موجر به ویرانی ایران هستش تو این قضیه اختلافی نداره و این همدلی وجود داره بین ات. تمام هنرمندا همدلی وقتی بین من و شما وجود داره ام. که من اینجا شما رو حقوق بگیر فلانجا نمیدونم شما منو مزدور بهمان نمیدونید و به همین خاطر ولی اتفاقی که افتاده به شدت جامعه یه مثال براتون بزنم در سال 89 حالا خاطرم این سال سالش آقای اصغر فرهادی در یکی از جشنها یک چند کلمه صحبت کرد در انتقاد به دولت دولت آقای احمدی نژاد بود و آقای شمقدری که اون زمان مقام مهمی بود در دولت فورا دستور داد که کارشون توقیف و تا عذرخواهی هم نکرده کوتاه نیاد با دید شما در اعتراض به این کار بسیار زشتی کنا کرده بودن که فقط آقای فرهادی اعتراض کرده بود با آقای فرهادی میستاد درست چه در اون زمان من هم فکر میکردم که نباید کوتاه بیاد آقای فرهادی بلا فاصله یه نامه نوشت و عذرخواهی کرد و مشکل حل شد و اون فیلم فیلم جدایی نادر از بود که بعدا رفت به اسکار و این همه حالا برای من خیلی اسکار مطرح نیست در مقابل خود ارزشی که این فیلم داره اینقدر این فیلم تاثیر گذار بود باعث رشد بیشتر سینما ایران شد میلیون ها نفر این فیلم رو دیدن بالاخره ما یا اعتقاد داریم دیدن فیلم، دیدن بله. تاعت موسیقی یه فایده ای داره یا نداره دیگه بله. آقای آدین یک نکته میشه گفت مهم و به گفته آقای فرجامی یک بحث رادیکال در میان شماری از هنرمندای تحریم کننده جشنواره بود یکی از اون هنرمندا در مصاحبه با بی بی سی گفت گفت که ما میخوایم کم کم مشخص بشه که به گفته خودش علی بمونه و حوزش یعنی حکومت با بساط حکومتی فقط بمونه و جامعه هنری، فرهنگی، ورزشی صفوف یا سنوف مختلف عقب بکشن از این ماجرا از این نمایش عمومی گفته خودش واقعا چنین دورنمایی ممکنه با تجربه اینکه همین حرکت تحریمی دو دستگی ایجاد کرد یه اون سمت ایستادن یه این سمت ستادن دو دستگی خیلی یک میگم خیلی به اون صورت دو دستگی من خیلی موافق نیستم با اینکه این که دو دستگی ایجاد کرده حتی اگر هم باشه و هر صورت هر حرکت اعتراضی خب طرفدارم و مخالفات داره وقتی شما ساکت باشید و هیچ کاری نکنید اگر من هیچ حرفی نزنم اینجا قطعا هیچ م... م... موافق و مخالفی نخواهم داشت وقتی که ما پافشاری داشته باشیم روی کاری که داریم انجام میدیم و اون اعتراض مدنی خودمون رو پافشاری کنه و ادامه کنه آدم های بیشتری جذب میشن و اگر این یک شکل کلی پیدا بکنه و شکل عمومی پیدا بکنه در جامعه قطعا اتفاق میفته یه چیزی رو هم بگم حالا شما آقای فرجامی گفتن در مورد رونق فرهنگی ایران اسکار جدای درستیمین اگر اونجا نمی‌رفت، و نمایش شد اسکار الان اسکار نمی یه نکته چ... رو بگم درست الان شما اگه نگاه کنید وضعیت هنری ایران آره ایک... سینمای ایران هنری ایران یک از بالاترین سطح هنری سینمایی رو در دنیا داره ولی در سطح دموکراسی و سطح جامعهش واقعا چقدر هستش یعنی واقعا در سطح سطح دموکراسی سطح کیفیت زندگی که در جامعه ایران وجود داره با سطح هنری که در آثار هنری ما وجود داره دقیقا یکی هست شاید یک بخشی داره میگم باز هم شاید بخشی داره حکومت از این رونق فرهنگی داره استفاده میکنه که تا یک رنگ و دیگه به خودش بده ببینید مسئله اینه که هنر بالاخره باید کجا تجلی پیدا کنه و شکوفا بشه هنر در جشنواره شرکت میکنه که چون حالا وزارت ارشاد متولی برگزاریش هست که میگیم هنر دولتی در حراج تهران چکش میخوره که بعد خون نقاشی میکنیم رو دیوار رو میگیم که اینو چند چکش میزنی که البته بنده هیچ مخالفتی با این هنر ندارم ها دارم میگم اگر به صورت ایدئولوژیک بخوایم نگاهش بکنیم و واقعا این اعتراض که شما میکنید منجر به نفی یا تحریم اینها بشه خب در مسائل مالی که میگیم این مسئله پولشوییه و اینا همش پولهای فاسده و از کجا یه میلیارد تومن آوردی دادی به نقاشی همون در خارج از ایران در کشورهای عربی در کشور اروپایی باشه میشه سنت فرهنگ و شعور پولدارای اونها جوریه که پول میدن به آثار هنری و هنر زنده است در کشور ایران میشه بدونه که بدونیم ها ولی, 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 اشاره شما به اون عکس اتفاقا اشاره ای که باید روش مکس کرد همکاران ما این عکس رو میندازن روی صفحه پشت سرمون این عکس که یه نقاشی روی دیواری در تهران به شیوه هنرمند بریتانیایی بنکسی نقاشی دیواریه این در واقع در اعتراض به حراج آثار تجسمی ایرانی در تهرانه در همون روزهای پس از سقوط هواپیما و همون روزهای به گفته هر دو مهمان ماتم عمومی اعتراضش در واقع به این است که در شرایط این چنینی شما میید حراج آثار هنری برگزار میکنیم اعتراض به شاید رد بدل شدن پول پول هنگفت در حراج نباشه هرچند بعضی ها به اون هم اعتراض دارن ولی مسئله اینه که در فضایی که فوقلاده رنجاور بود در فضای ترومای عمومی حراج آثار هنری هم برگزار میشه و پول های هنگفتی برای آثار هنری رد و بدل میشه و خداحافظ خیلی ممنون اعتراض به این بود چرا فکر می‌کنیم که اگر یک حراجی حالا مثلا چند روز بعد از یک اتفاقی که کسی هم نمی‌دونسته چی بوده، اتفاق میفته اون موقع مردم فهمیده بودن، بله. اعلام شده بود چی بوده. اصولا من با این خواسته ای که خیلیها دارن که برنامه جشنواره چون جشن داره رو تعطیل کنیم، حراج رو تعطیل کنیم. استندآپ کمدی که خود من به شدت تحت فشارم که چرا گذاشتی، حتی یک ماه از یک فاجعه گذشته مثل سیل یا مثل هواپیما، همچنان من تحت فشارم استنداپ کمدی که سه ماه قبل سالن گرفتیم و گذاشتیم و بلیت فروختیم رو دیگه از استنداپ کمدی که چیزی شادتر نیست ظاهرا درسته من دارم میگم که تا وقتی که ما خودمون داریم این تفسیر رو میکنیم که برگزاری استنداپ کمدی هر راج جشنواره در حکم بی‌اعتنایی یا حتی بی احترامی به جان باختگان صاحبان مصیبت سلزدگانه بله این اتفاق لابد باعثی هست. حذف بشه تعطیل بشه ولی بیایم و فکر کنیم واقعا در کشورهای دیگه هم همین کارو میکنن آیا در همین لندن اون برج که آتیش گرفت و خیلی هم بدتر از ماجرای پلاسکو بود مردم در لندن یک ماه دو ماه دائما عزاداری کردن و گریه کردن یا رفتن یه شاخه گل گذاشتن کمک مالی کردن و بعدم در دادگاه پیگیری کردن من میگم من هنرمند ایشون هنرمند اگر بخوایم برای هر کاروم از یک ماه کارمون رو تعطیل کنیم کلا همه باید همیشه کارمون تعطیل بشه. خب این... چون سالی ده تا بیشتره اینا بله خیلی از استدلال‌های زمینی و ده... میشه گفت بی تکلف هنرمندایی که شرکت کردم و من با یکیشون قبل از برنامه تلفنی صحبت کردم در تهران بود خیلی هاشون اینو میگن میگن بابا من هنرمند هم شغلم اینه شما به یه هنرمند اگر بگی کارو تعطیل کن بگی که معاشم میخوابه ما راجع به اونایی که میلیاردی پول میگیرن از صدا و سیما یا از فیلم های پرفروش حرف نمیزنیم خیلی از این هنرمند ها زندگیشون اینه اگه بگن این زندگیمه اگه اون موسیقی دان نوازنده بگه که من کنسرت اگه نذارم فرزندم گرسنه میمونه جوابش کسی که محکوم اونا رو نکرده که حالا به کار به او سوشال مدیو و صحبتی که داره تو سطح جامعه اتفاق میفته که اون خب خیلی چیزا گفته میشه خوش میدن می اون می به با... با... اونا نیستش کسی ولی اونو مجبور نکرده که تو نباید این رو برگزار کنی یا, یا محکومش که ن... نکرده به نظر من ولی خب یک هنرمند یک سری ی... یک سری هنرمند خودشون به انتخاب شخصیش هستش که انتخاب کرده در این فعالیت مدنی این نافرمانی مدنی شرکت کنه و هزینه‌هاش رو پرداخت کنه وظیفه فیما... هنرمندی که تحریم میکنه سعی میکنه هنرمند دیگر رو قانع کنه اون هنرمند دوم خب. اگه بگه که این راه معاش منه جوابش چی خواهد بود نمیدونم واقعا نمیدونم نمیتونیم یعنی کار درستی نیست که محکوم کنه بقیه رو که تو باید این بپیوندی به من بپیوندی شاید اون نخواد اون بها رو بپردازه ولی وظیفه بقیه ایرانیا و بقیه مردم این هستش که ما از اون کسی که اعتراض کرده و اون کسی که بابت بابت ساختن یک جامعه بهتر برای ما داره تلاش میکنه و بهاش رو پرداز میپردازه داره هزینه زندگیش رو کنسپتش رو لغو میکنه محرومیت از فعالیت مختلف هنری رو پذیرفته ما باید از اون حمایت کنیم ما باید پشت اون بیستیم تا تغییر ایجاد بشه اون این هزینه رو پرداخت می اون اتخاب شخصی خودش بوده و نمیتونه طلبکار باشه از بقیه که شما هم باید به من بپیوندی این کار به نظر شخصی من نمیتونم من به عنوان هنرمند طلبکار باشم از بقیه که چرا من پشت من نیستادی ولی, ولی کنید. برای بهبود جامعه اینی که ما پشت هم دیگه بیستیم ما از اون آدم ها حمایت کنیم و پشتشون بیستیم اگر اون تئاتر ج... اون جوونی که نمایشش کنسل شد رو کنسل کرده توی تئاتر فج میاد اجرای آزاد میذاره ما بریم نمایشه و ما از اون حمایت کنیم فرجامی فکر این تصادفیه که لفظ ما توی صحبت های مهمان دیگه برنامه خیلی بیشتره تا توی صحبت های شما یعنی این امیدی که ایشون میگه به درست شدن یه مای دیگه ممکنه از دل این حرکت ها در بیاد این رو تو صحبتش میبینی ولی شما در واقع چنین چیزی نمیبینی این جالبه حالا در رابطه با در لغت خیلی قضاوتی ندارم ولی واقعیتش اینه که اتفاقا یکی از چیزهایی که ما آدمای مثل من دائما در سوشال مدیا بهش متهم هستن دادن این امید چند دقیقه ادامه میخوای چندین ما بگین میگن اینها امید علکی میدن اینها دارن تزریق فرقه زاله تزریق امیدی همچین چیزی هم اسم ما رو گذاشته بودن واقعیتش اینه که من در موافقت با حرف شما باید بگم که اون کسی که داره تحریم میکنه مثل راننده کامیونیه که داره اعتصاب میکنه ما باید هم بهش احترام بذاریم و هم حتی المقدور ازش حمایت کنیم ولی این راننده کامیونی که اعتصاب کرده یا هوادارانش نمیتونن برند راننده کامیونی که اعتصاب نکرده رو کتک بزنن یا کامیون بزنن چیزی ممکنه یه سری به گفته ایشون تو شبکه های اجتماعی که اینا غالبا خیلی خارج کشورن ناسزا بگن اما هنرمند هایی که اعتراض کردن و تحریم کردن نیومدن محکوم کنن دیگر هنرمند رو من ندیدم اگر نکردن که خوبه البته من نام میاد توی ذهنم ولی به هر حال این مسئله به نظر من به شدت جریان داره و بحث چند تا اکانت فیک و گمنام در شبکه اجتماعی نیست واقعا جامعه دوپاره شده و, و این خیلی خطرناک و این قطبی سازی تحریمی ها و غیر تحریمی ها معترضین و مزدوران خیلی جدیه اگر شما فکر کنید با چند تا اکانت و سطح سوشال مدیاس که حرفی نداره ما باید فرهنگ نافرمانی مدنی تو جامعه باز کنیم و با بدونیم که چطور میتونیم تغییر ایجاد کنیم با نافرمانی مدنی در و ش... تغییرات بزرگ فکر میکنم راه حل من با, با ایرانی ایران فکر میکنم بهترین راه حل برای تغییرات در ایران همین نافرمانی مدنی نافرمانی های کوچیک هستش میدونم که به خشونت کش اگر شما تو تار... انظر تاریخی نگاه کنی اینکه بخشی جامعه دو دسته بشه به خوشونت کشیده بشه و گاهی حالا تو خود گاندی رو هم این نگاه کنید در, در اتفاق م... معمول بود این اتفاق میافتاد ولی یک گروه باید بیستن و آموزش بدن که چطور میتونی با حتی به دشمنت تو به ایستی برای حقوق انسانی خودت برای اون چیزی که حق هستش و اون رو به ایستی ایستادگی کنی بدون خشونت و حتی نسبت به اون دشمنت و اون کسی که داره به میکنه با خشم نگاه نکنی یه نکته در صحبت های آقای فرجامی بود در مورد امیدی که ممکنه امید از آب در نیاد اگه اشتباه نکنم چیزی یا ایمایا ایشون گفتن ممکن شما امید بدی اما این امید کاذب باشه یعنی یک حرکتی شروع کنی که بعد از مدتی انتظاراتش رو برآورده نکنه انتظاراتی که ایجاد کرده رو برآورده نکنه دیگه این هم خطریه دیگه شما ممکنه بیا یک حرکتی بکنی خیلی رادیکال هم باشه و یک سال بعد به جایی نرسیده باشه فرموش نکنیم در 88 بعد از اعتراضات جنبش سبز هم شماری از هنرمندها تحریم کردن جشنواره پس از اون رو ولی تداوم پیدا تداوم دقیقاً چیزی که بقای این سیستم رو باعث شده دقیقاً چیزی که باعث شده که جمهوری اسلامی سال، چهل سال, سال بیاره و بقا رو پیدا بکنه همینه که هم امید رو کشته در مردم چیزی که اصلش به خاطر سرکوبی شدیدی که اتفاق افتاده مردم امیدی به تغییر ندارن بزرگترین درسته این ولی میشه گفت اون شکستهایی که قبلا اتفاق افتاده نباید باعث بشه که ما امید اون دست بدیم امید بونو به تغییر از دست بدیم شاید بهترین و مثبتترین نتیجه این اعتراض این نافرمانی مدنی دقیقا اون چیزی که مثالی که مثل اعتصاب اترا... کامیندارا فرقی نمیکنه این هم یک شکل از یک رو فقط من ادامه, ادامه بدم بزرگترین سودی که داره شاید درست داره یک یه س... چند هنرمن... یه سری هنرمند جام نتونن کارشون رو ارائه بدن ولی بزرگترین بزرگترین دستاورد اون تزریق امید به جامعه است که ما میتونیم وضعیت رو شرایط تغییر بدیم بدون اینکه بخوایم به های سنگینی پرداخت کنیم بدون اینکه قرار باشه کشته بشیم وسط خیابون ها بذارید یک مثال بزنم که مشخص بشه داریم راجع به چه تغییر و چه عدم تغییر صحبت میکنم در سال 1988 من برای اولین بار در تهران استند کمدی اجرا کردم و خیلی دوست داشتم معرفی کنم تا من مطالب از اون زمان تا الان من 14 تا کتاب نوشتم و ترجمه کردم چند تا در زمینه طنز تمام این کارهایی که من کردم بذارید با کاری که رامبد جوان کرد در همین صدا و که شما هم بهش نام بردید دیگه به عنوان مظهر حکومت واقعا یکی حکومتیه رامبد جوان در صدا و سیما کاری کرد که بماند که 60 70 نفر حدودا حقوق بگیر یعنی منظورم کار میکنن برای این برنامه خندوانه دهها هنرمند رو اوورد از شهرستان از تهران استنداپ کمدی تقریبا الان در همه جای ایران میدونن استنداپ کمدی چیه یعنی ژانری رو که با کتاب با اجرای استنداپ کمدی با آموزش ما نتونستیم بیشتر از چند ده نفر معرفی بکنیم رامبد جوان با استفاده از امکاناتی که شاید در حالت ایدئال جالب نباشه ما باش همکاری بکنیم این کرد و از اون مهمتر تزریق و امید و شادی که به جامعه کرده با یک برنامه به هر حال به نظر من خوبی در زمین استندآپ کمدی و نقد اجتماعی هزاران نفر نمیتونن با تحریم یا کارهای انفرادی انجام بدن این مسئله رو در نظر بگیریم چه مقیاسی داریم صحبت میکنیم یه وقت از مخاطب میلیونی رو داریم از دست میدیم و کار انفرادی میکنیم اون عالیه ولی نکت... توجه داشته باشیم که فعلا شرایط ما اینه اصلا حالا در میگم در شرایط فعلی یه حرکت رو شروع کردم حالا کاری ندارم که حالا رامبد جوان برنامه صافا این برنامه تاثیرگذار و قطعا خب این حرکتش مثبت بوده ولی الان تعداد گروهی از هنرمندان که وارد این قضیه شدن و حرکت رو شروع کردن و ای حرکت جنبه عمومی داره فکر میکنم کنم بعد ازشون حمایت بشه تا این شکل تغییر تداوم پیدا بکنه این روندی که توی ورزش هم شروع شده که خیلی از هنرمند ها خیلی از ورزشکارها ها گوش نمیدن به فرمان های حکومتی دیگه مقابل اسرائیلیا ها میستن رقابت میکنن یا میرن هجابشون رو بر میدارن رقابت میکنن یا میرن پناهنده میشن این رو اگر در کنار شرد کنین در حوزه هنر بگذاریم فکر نمی کنید. یه حرکت عمومی داره شروع میشه به سمت اون چیزی که ایشون میگن نافرمانی مدنی اتفاقاً چیزی که شما میگی تضاد داره یعنی اگر ورزشکار ما میگفت من از بودن در تیم ملی انصراف میدم چون در اینجا روی من فشار میارن میگن با ورزشکار اسرائیلی مسابقه نده میگن هجاب داشته باش در اون صورت همخانی داشت با این حرکت اعتراضی که چون سانسور هست چون من حالم خوب نیست شرکت نمیکنم اما وقتی که اون ورزشکار میگه من شرکت میکنم و با ورزشکار اسرائیلی هم به خاطر اینکه سیاست نباید در دخ... ورزش دخالت بکنه مسابقه میدم یا بی حجابم این رو میشه مشابه گرفت با اینی که هنرمند بگه من فیلم میسازم و پروتکل های شما رو رعایت نمیکنم من فیلم میسازم و اعتراضی فیلم میسازم و در مورد چیزی که شما نمیخواهید فیلم میسازم شما اگر بخواید به نظر من مشابه سازی کنید اون حرکت رو با این حرکت که اتفاقا من مدافعش هستم باید مشابه سازی یه باید. مشابه سازی دیگه هم میشه کرد آقای آدین اونم این است که حرکت ورزشکارها و خیلی از این هنرمندها به مهاجرت می انجام یعنی ورزشکاری که اون کارها رو میکنه که حکومت نمیخواد در نهایت ناچاره بره بیرون پناهنده میشه خیلی از هنرمندها هم ما دیدیم طی اخیر این کارو کردن و احتمالاً بعد از این تحریم شدت میگیره عملا نتیجه ای که حاصل میشه اینه که اونهایی که معترضن و نمیخوان از این صحنه ها سکوها مناسبت استفاده کنن میان بیرون خب شاید به خاطر اینه که بخش عمده گروه عمومی از مردم از اون حمایت و اونا تنها موندن و احساس تنهای... تنها تنها موندن در حرکت اعتراضی که کردن ولی فکر می‌کنم اگر... ضرورتا در, در ادامه چنین نخواهد بود م... میتونه میتونه ادامه نداشته باشه میگم این که تحریم کردن جشواره به معنی منفعل بودن نیست معنی این نیستش که من فیلم نمی‌سازم به معنی این نیست که کار <applause> هنری م... متوقف میکنم این ف... م... میتونه این باشه که ما... نگفتن به اون سیستم حکومتی نگفتن اعتراض به دولت میتونه راههای د... هن... هنرمند راههای دیگه پیدا بکنه برای کارش رو عرضه کنه خارج از سیستم حکومتی و وظیفه مردم هستش که اون رو حمایت کنن تنهاش نذارن چرا ورزشکار تم... نمیره خارج از سیستم حکومتی چرا باید این هنرمند این کارو بکنه که میدونه مجوزش بودجهش همه چی بالاخره یه جورایی به دولت ربط داره همون فیلمنامش به دولت خب... ربط داره فرزشکار بگه من نمیرم تو تیم ملی چون مگه تیم ملی ده تا فیلتر نداره من نمیرم تیم خودم شخصا مبارزه میکنم حالا در مورد ورزشکار حالا که من نمیدونم حالا سیستم سیستمش چه جوری هستش چه هستش ولی خب اون داره به هر صورت در اون هنرمند داره خزینه رو پرداخت میکنه داره هزینهش اش پرداخت میکنه که آره درسته میتونه اونها حالت رد بشه از کار کنار گذاشته بشه ولی خب داره هزینهش رو پرداخت میکنه میتونه راه پیدا بکنه که که فیلم بسازه فیلم ادامه بده فیلم سازیشو حتی این که سوال اینه که آیا واقعا چنینه یا اینکه عملا رانده میشه از کشور و اینکه امکانات در ایران نیست؟ قطعا درست داره اگر تنها ببونه اگر مردم تنهاش بذارن رانده میشه بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه محمود فرجامی و مجید آدین پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی, بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه را در تلگرام بخش فارسی کانال تلگرامی بخش فارسی هم میتونید دریافت کنید ضمن اون چند دقیقه اضافه پادکستی رو امروز فکر می‌کنم دیگه نمیرسیم ضبط کنیم چون باید رو زودتر ترک کنیم شب و روز بر شما خوش Thank you.